درود بر شنوندگان عزیز و خوش آمدید به یک برنامه دیگری از زبان انگلیسی امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و درسای قبلیتون رو خوب خوندید خب در درس قبلی ما حروفای W و X رو تمرین کردیم و کلمات رو با هم تمرین کردیم ها رو تمرین کردیم و معنی هاشون رو براتون گفتم امروز دو تا آخرین حروف های زبان انگلیسی رو با هم تمرین میکنیم این الفابتس letters یا حروف ها هستن Y and Z یا Z در بریتیش انگلیش یا تلفظ انگلیسی ما میگیم z و در تلفظ امریکایی یا کانادایی میگیم z خب میریم سراغ Y Y که تلفظش ی هست ی Y ی خب میریم سراغ نوشتن الفبت Capital Y یعنی حروف بزرگ Y همینطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید فلش از سمت چپ به سمت عمودی میاد پایین قلمتون رو بر می دارید از سمت راست فلش میاد پایین به سمت عمودی و بعد قلمتون رو باز بر می دارید و وسط این دوتا خط خط صاف رو میکشید به سمت پایین همینطور که همیشه توضیح دادم Capital Y یا حروف بزرگ Y در هر چهار خط قرار میگیره. خب میریم سراغ لور case y یا وای کوچیک. ملاحظه بفرمایید در تصویر خط از سمت چپ عمودی میاد به سمت پایین قلمتون رو بر میدارید و خط عمودی از سمت راست میاد پایین و یه هلال برای خودش پیدا میکنه یعنی پس شد فلش از سمت بالا سمت چپ میاد پایین عمودی قلمتون را رو بر دارید سمت راست عمودی پایین و یه هلال این شد lowercase y و همینطور که در تصویر ملاحظه می فرمایید رو خط که y کوچیک نوشته شده سه تا خط قرار میگیره نه چهارتا پس شد capital Y lower case Y Y ی Y ی خب تصویر بعدی میریم سراغ کلمات یا words یارد یا یارد یعنی حیات فضای بزرگ یا فضای باز رو بهش میگیم یارد ولی میتونه فنس داشته باشه یعنی میتونه حفاظ داشته باشه ی یارن ی یارن یعنی کاموا تصویر بعدی یوت، یا یات یعنی قایق ملاحظه بفرمایید تلفظی که من می کنم و نوشته شدن این کلمه یات فرق میکنه چرا؟ چون همینطور که در درسهای قبلی براتون توضیح دادم حروفای با صدا و حروفای بی صدا داریم یعنی vowels and consonants همینطور که ملاحظه میفرمایید Y A C H T نوشته شده ولی به خاطر اینکه حروف دار که A هست بین دو تا حروف بی صدا قرار گرفته اون کلمه سایلنته یا صدا نداره پس اون CH صدا نداره میشه یوت y یوت y yellow یعنی رنگ زرد تصویر بعدی یویو یو یا یو یو بازی یو, یو. یوک یا یوک یعنی زرده ی تخم مرغ تصویر بعدی یوگا یوگا یعنی همون تمرین ورزش یوگا ی یوگرت ی یوگرت یعنی ماست ی یک ی یک یعنی گاو وحشی صفحه بعدی ی یون ی یون یعنی خمیازه کشیدن صفحه بعدی یامی یامی یعنی خیلی خوشمزه ی یل ی yell یعنی فریاد کشیدن یا داد زدن خب میریم سراغ آخرین الفبت یا letter یا حروف زبان انگلیسی که میشه Z یا Z Capital Z یا Capital Z Lowercase Z یا Lower case z خب در نوشتن Z یا Z خب میریم سراغ Z یا Z خب همینطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید فلش مستقیم از سمت چپ به سمت راست میره قلمتون رو بر نمیدارید همون خط رو عمودی از سمت راست به سمت چپ میاد پایین و باز قلمتون رو بر نمیدارید از سمت چپ خط رو مستقیم میاید به سمت راست این شد کپیتل Z یا کپیتل Z باز هم همینطور که ملاحظه میفرمایید در تصویر روی خط در چهار تا خط Z قرار گرفته حالا میریم سراغ Lowercase Z یا Lowercase Z طرز نوشتن همونطور فلش از سمت چپ مستقیم خط رو میاید عمودی پایین قلمتون رو بر نمی دارید باز قلمتون رو بر نمی دارید فلش از سمت چپ به سمت راست مستقیم این شد لور Z. و باز هم همینطور که ملاحظه می در تصویر لور Z یا زی کوچیک در دو خط قرار گرفته اینجا در دو خط قرار گرفته نه خب پس این شد Capital زی and lower case Z و طرز نوشتنش تلفظش رو هم براتون میگم Z تلفظش Z هست Z Z Z خب میریم حالا سراغ کلمات ز صفر ز صفر یعنی سیف ز زیبرا ز زیبرا یعنی گرخار ز زست ز زست یعنی سلامتی خوشرو خوشحال پر جنب و جوش تصویر بعدی زو زو یعنی باغ تصویر بعدی ز زیگزگ ز زیگزگ یعنی همون خطای زیگزاگ ز زپ ز زیب. یعنی همون زپ که برای لباس هامون استفاده میشه تصویر بعدی زپلین ز زپلین یعنی کشتی هوایی ز زکینی ز زوکینی یعنی کدو سبز خب شنوندگان عزیز امیدوارم که از این درس زبان انگلیسی هم خوشتون اومده باشه و ما تمام ها رو در زبان انگلیسی تمام کردیم درس بعدی رو منتظر باشید که چیزهای جدیدی یاد بگیرید یادتون نره همینطور که گفتم تمرین رتون رو حتما بکنید چون practice makes perfect امیدوارم هر جا که هستید خوب خوش و سلامت باشید تا برنامه دیگر و درس زبان انگلیسی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار